فکر ایشون همیشه در فضای این دانشکده ها موج میزنه. صدای دکتر شهیدی من میگم تو همه کلاس های دانشکده های حقوق موج میزنه و این صدایی است که هیچ وقت خاموش نخواهد شد. دکتر روشی داشتن در تدریس، این که اولا چون خودشون خیلی احاطه داشتن به مسائل، وقتی چیزی رو درس میدادن طرف هم به خوبی یاد میگرفت. شما تا خودتون چیزی رو به خوبی ندونید نمیتونید یاد بدید و آموزش بدید. یکی این بود. یکی به هر حال خوش صحبتی، صدای گرم و گیرا، ظاهر آراسته‌ای که ایشون همیشه داشتن، سیمای قشنگی که داشتن، همه اینها دست به دست هم داده بود و واقعا طوری بود که اگر ایشون ساعتها صحبت میکردن هیچ وقت مستمع خسته نمیشد. و علاوه بر این همیشه ایشون فکرهای نو داشتن، ایده های نو داشتن. مثلا مقاله ایشون در مورد تلقیح مصنوعی در سال 46 نوشتن. دکتر شهیدی به علت مشغله زیاد و وقت زیادی که واقعا برای تدریس میذاشتن و علاقه‌ای که به دانشجو و دانشگاه داشتن، خب خیلی وقتشون رو میگرفت کمتر به تعلیف وقت کردن بپردازن. و این واقعا من همیشه احساس قبل میکنم از این موضوع، برای اینکه وقتی شما کتاب هایشون رو میخونید، تألیفات ایشون رو میخونید، به قدری صافه، به قدری مسائل عمیق و روشن بیان شده که شما خودتون رو در اون موضوع غرق میبینید و کاملا براتون روشن میشه. گاهی ایشون وارد دادگاه میشدن که مثلا قاضی از شاگردان سابقشون بود، میخواستن مثلا بلندشن سلامی بدن اینا، دکتر میگفتن نه خواهش میکنم اینو بذارید برای بعد از جلسه دادگاه. رابطه آقای دکتر کاتوزیان و همسر گران سنگتون چطور بود؟ ببینید من نمیدونم چرا اینجوری شایع شده بود که مثلا اینها هم اختلافی دارن. نه، اینها اختلاف نظر حقوقی داشتن. شما کتاب دکتر رو ببینید، کتاب دکتر کاتوزیان هم ببینید. اصلا هر علمی خصوصیتش اینه که علما با هم اختلاف نظر داشته باشن. نظر داشتن بود که ما این همه تئوری های مختلف نداشتیم. دقیقاً همینطور. رقابتی نبود بین اساتیدمون. بله. تو هر دو ستارگان علم حقوق بودن خانم دکتر. نه رقابت که نه دیگه، خب هر کی جایگاه خودش رو داشت و بله، حالا اینکه دیگه اون کسانی که کتاب ها رو میخونن اونا باید قضاوت کنن ببینن که کدوم براشون روانتره، کدوم استدلالی تره.